این تحقیقات در ادامه جرقه اتفاقی که میفته به ایده های مختلفی به ذهن ایشون میرسه، حرکت های مختلفی رو طراحی میکنن و این رو این مشکل رو با آسیب شناسان و آناتومیست ها در جریان میذارن که ماحصل اون میشه با دکتر عباس علی ربیعی آناتومیست و پزشک دانشگاه علوم پزشکی مطرح میکنن، با ایشون این داستان و این اتفاقات رو بررسی میکنن و در کنار اون سلامت اون سلامت آنچه که از این حرکت ها بوده رو با دکتر محمد علی دهقانی متخصص جراح دست پیش میبرن و ماحصل این پژوهش ها و آزمون و خطاها میشه کتاب حرکت که اینجا تصویر میبینید. کتاب حرکت هست که مجموعه یک سری از حرکات و یک آناتومی ساده برای نوازندگان و خیلی یک سری برنامه های تمرینی که خارج از ساز بتونن اون اتفاق رو داشته باشن و بعد در ادامه برازای برگزاری کلاس ها و ادامه پژوهش هاشون با این تیم پژوهشی که محصلش میشه کتاب که بعدی چاپ میشه سال 91، کتاب اصول مبانی نوازندگی. و در این کتاب اصول مبانی نوازندگی به آناتومی اشاره میشه، آسیب شناسی ها جمع بندی میشه، عواملی که به قول معروف به یک نوازنده میتونن آسیب وارد کنن جمع بندی میشه، دست ها و تقسیم بندی دست ها و یک سری نمودارهای ریاضی که بتونیم با استفاده از اون یک برنامه تمرینی خیلی خوب داشته باشیم. بعد از این اتفاقات کار به شکلی پیش میره که بیشتر فوکوس رو نوازنده ها رو خود میوز ماسل و غیره و در طی آزمون خطای مختلف اتفاقی که میفته کتاب بعدی چاپ میشه، کتاب اصول مبانی میوز ماسل که مخصوص مربیان هست، مربیان میوز ماسله که به مبانی خود میوز ماسل پرداخته و عوامل مخرب در یک مشکل برای نوازنده، نقاط وزن و فرمان، برچسب ها، تکنیک های مکمل و هر آنچه که در میوز ماسل معنی داره تو این کتاب خودش رو منتشر میکنه. و در ادامه برای اینکه با روز با موقعیت روز جامعه پیش بره، مثلا یک مجموعه تصویری آموزشی منتشر میشه که بتونه حرکات رو بهتر نشون بده، مفاهیم رو بهتر منتقل کنه که در سایت خونیاگر ضبط و پخش میشه. این که خلاصه ای بود، میخوام خیلی سراغ تئوری ها نرم و صحبت نباشه و بحث عملی رو بیشتر پیش بگیریم، چون مباحث رو کامل جناب پروفسور مالابی و جناب آقای عرفانی در رابطه با آسیب ها و مشکلاتی که نوازندگان دارن پیش گرفتن. ما میخوام با دیدی که میوز ماسل داره برای تأثیر و ذهن و عضله نوازنده پیش بریم و از اونجایی که این جمع جمعی هست که بسیار حرفه‌ایه، از آخر به اول با یک مهندسی معکوس پیش میریم. فرض میکنیم که یک نوازنده مثل یک ورزشکار یک اجرایی داره، یک مسابقه ای داره، ما یک اجرای صحنه خیلی مهم داریم، میخوام یک برنامه‌ریزی بکنیم که چگونه برای اون اجرا آماده بشیم. در کنار بخش های دیگه برای آمادگی بهتر ذهن و عضله، طور مثال میوز ماسل میاد یک برنامه یک ماهه برای یک شخصی که شناخت خوبی اولیه از خودش پیدا کرده، یک سری تمرینات رو انجام داده از متدهای مختلف، این رو پیشنهاد میکنه، میگه من به طور مثال میایم 3 روز یک برنامه بسیار قدرتی و شرایطی که به در انسجام و استقامت بالایی باشه پیش میبریم. خب در این حالت 3 روز تمرین میکنید، 1 روز به ریکاوری کامل میپردازید، خب دوباره 3 روز تمرین میکنید، 1 روز ریکاوری، برای هفته دوم یک سری از حرکت رو برای انتقال وزن رو انجام میدیم که از اون قدرت انسجام و انرژی که داشتیم برای منتقل کردن اون 3 روز منتقل میکنیم، دوباره 1 روز استراحت و ریکاوری و بعد بسته به نیاز و شرایط و نوع ساز تخصصی شخص، حالا نیاز به تفکیک بیشتر مچ انگشت داره، نیاز به تفکیک مچ هست، انگشت هست و هر ضعفی داره رو تو هفته دوم پوشش میدیم و تو هفته سوم حرکت ها سبکتر میشه و سعی میکنیم انرژی رو ذخیره کنیم و در هفته آخر با یک مجموعه ای از حرکات و رقص حرکتی صرفا به صورت حسی خودش رو آماده میکنه و به ساز زدنش میپردازه و در کل شاید هفته اول ساز کمتر و هرچه به نزدیکتر اجرا میشه ساز بیشتر در کنار یک ریکاوری مناسب. این داستان حالا میخوایم ببینیم این اتفاق چگونه میفته و یک روند
از اول چگونه پیش میره. میخوام یک روند عمومی رو طی کنیم و ببینیم چی به صورت عمومی وقتی یک با یک نوازنده برخورد میکنیم و میخوام به یک هنرجو و یک نوازنده رو مشکلاتی که وجود داره رو رفع کنیم، چه روندی طی میشه. این آخر حرکت بود، حالا آخر اتفاق بود، حالا میخوام بریم از اول داستان. مسلما همونجوری که جناب پروفسور مالابی بسیار خوب و کامل و جامع توضیح دادن از مشکلاتی که توی گردن، کمر، لگن و پا هست و اون چرخشی که نیاز هست برای هماهنگی تمام عضلات و تأثیرشون روی هم، این خیلی مهمه. و همونجوری که آقای عرفانی هم یه تمرین دادن، میتونید خودتون الان مچ پایتون رو صفر کنید و هر یه انگشتامون رو به هر شکلی که دوست دارید حرکت بدید، میبینید به یه شکلی انجام میشه. ولی حالا اون مچ رو رها کنید، میبینید حرکت دست راحت تر میشه، که حالا توضیحات علمیش زیاد واردش نمیشم. بحث فاشیه‌های منتقل کننده سیستم عصبی هست که رو هم تاثیر میذارن. خب پس در وهله اول نیاز داریم یک سری از برای کنترل انرژی بیشتر و حس بهتر اجرا، یک سری هر تکیه گاه و هر انقباض ناخودآگاهی رو که داریم اونها رو رفع کنیم تا با رفع اونها به بهبود حرکتمون کمک کنیم. این بهبود حرکت زمانی اتفاق میفته که ما در تمام بخش‌های بدن از نوک انگشت پا تا فرق سر تمام و تا نوک انگشت‌ها در تمام در رهایی کامل باشه. یعنی یک جورایی اول بیایم تمام انقباضات ناخودآگاه رو رفع کنیم و بعد براش تعریف کنیم که چقدر انرژی و چگونه این رو نیاز داریم. این رهایی و فهم بهتر از بدن میتونه با این اتفاق، با یک سری از تمرینات اتفاق بیفته که میتونیم در کنار هم یه بخشی از این تمرینات رو انجام بدیم. تمرین اول رو به اسم دوار میگذاریم که تو خیلی سری از مکاتب هم به یه شکل‌هایی آورده شده و برای این تمرین باید دور به سطح ایستاده انجام میشه، دورمون اشیایی نباشه که دست بهش برخورد بکنه و پا رو اندازه عرضشونه راحت باز میکنیم و اتفاقی که هست همونجور که گفتم پوزیشن گردن درست باشه و قبل از اون مسلما اصلاح و ریکاوری انجام شده به این شکل که دیگه مشکلی توی ایستادن، نشستن و پوزیشن اصلی نباشه و بدن توی ریکاوری کاملی و شرایط خوبی باشه و بعد شروع کنیم انقباضات ناخودآگاه رو با تمرین دوار حل کردن. تو تمرین دوار پا رو اندازه عرضشون رو باز میکنیم، میخوایم به راحتی فقط دست ها از ابتدای شانه تا نوک انگشتان هیچ اراده ای نباشه و با فیله های کمر اون رو به راحتی فقط بدون اراده تو دست ها اون رو حرکت بدیم به راست و به چپ. حالا چه اتفاقاتی رو میتونیم اینجا داشته باشیم؟ خب وقتی میام این تمرین رو انجام بدیم میبینیم که اگر اتفاق این هست که ممکنه وقتی انجام میدیم این شکلی به سطح خشک انجام میشه، اگر انقباضات ناخودآگاه در ناحیه شونه و بازو باشه این رفع میشه. ممکنه تو ساعدمون و مچمون انقباضات ناخودآگاهی رو داشته باشیم و نتونیم کنترلش کنیم، اینها ممکنه این شکلی انجام میشه. اینجا آزاد هست بالا تنه ولی پایین تو مچ گرفتگی داره. ممکنه تو آرنجمون گرفتگی داشته باشیم، این دست راحت نمیشه ابتدای باسن، اینجا گیر میکنه. اینها رو برای ذهن با یک حرکت اولیه تعریف میکنیم و همه اینا ممکنه مشکلاتی داشته باشه ولی اتفاق این هست که از حرکت‌های مختلفی کمک میگیریم تا این اتفاق و آنچه که میخوایم تو بدن بشینه. با یک حرکت و تعداد بالاش اصلا اتفاق خوبی نمیفته، صرفا یک معرفیه. پس تمرین دعوا رو میتونیم انجام بدیم برای معرفی رهایی بدن و پایین تنه زیاد نباید حرکت کنه، چون اگر بالا تنه حرکت کنه و پایین تنه ثابت باشه مشکلاتی رو برای اندام تحتانی و زانوها پیش میاره. این حرکت دوار بود برای یک شناخت اولیه، امیدوارم انجام داده باشید با من. و بعد میخوایم حالا بحث رو سرشونه رو داشته باشیم. تمرینات عملی هست همونجوری که دوستان گفتن برای اینکه این مشکلاتی در این ناحیه که ریشه خیلی از آسیب ها توی نوازندگی و مشکلات توی نوازندگی هست رفع بشه. خب تمرین بعدی اسمش هست تمرین عمودی شانه که به صورت پوزیشن استاندارد نیستی، فقط ذهنم رو میذاره نوک سر شانه میاریم بالا و فقط رهاش میکنیم، ضربه ای نیست. خب تو اینجا چه اتفاقاتی میفته؟ چی رو میخوایم پیدا کنیم؟ یک ممکنه بره توی گردن،
دو انحرافاتی پیش میاد، یعنی اینجوری میاد بالا، کج میره عقب، و این صاف بودن و عمود بالا و پایین رفتنش و رهایی این قسمت رو داره، و این با وزن طبیعی که این حرکت انجام میشه گردش خون بهتر میشه، به ریکاوری کمک میکنه و میتونه به عنوان تخلیه و رفع خستگی های ما باشه. اگر انجام میدیم پس شونه رو از گردن یک کارش اتفاقات جدا میشه. بعضی موقع انجام میشه میبینیم که این دست بازو به عقب جمع میشه، تفکیک شونه از بازو هست. این تفکیک های ذهنی و عضلانی بسیار مهمه که فقط این نقطه انجام بشه. و بعد تمرینات دیگه سال حلقه شونه که دیگه اینا رو زیاد انجام نمیدیم فعلا، اینا یه شناختی از این منطقه پیدا میکنیم. و بعد در ادامه روند بحث رفع تکیگاه ها و رهایی بدن، تمریناتی مثل چوب اسکی رو انجام میدیم که از زیر بغل دست بدون اینکه ضربه ای تو آرنج وارد شه و کنترل روی بازو دار روی بازو آرنج و مچ داشته باشه، این دست به بالا و عقب و جلو حرکت پیدا میکنه. این برای شروع انتقال انرژی هست، چون داره از این ناحیه عضلات کتف و استخون اسکاپولار داره انرژی رو به داخل دست ها منتقل میکنه و این مقدمه میشه برای انتقال انرژی ها که توی حرکت های مثل هیچ انتقال انرژی از کتف و سینه به مچ و انگشت. که شاید ببینید چرا اتفاق باید بیفته، چون عضلات کوچک ما در ساعد و کف دست و انگشتان اتفاقی که داره یکی از ذخیره خیلی ثابت و کمی داره و ما باید از عضلات بالاتر اینا رو ساپورت کنیم و انرژی رو منتقل کنیم. تو این تمرینات و بعد تو تمرینات مثل چرخش انرژی رو به دو سر مچ منتقل می‌کنیم و بعد تو همونطوری که گفتم تو انرژی انتقال انرژی کل بدن، یعنی حتی از پا به کتف شانه و بعد به مچ، اتفاق تو تمریناتی مثل گرد بادی ها میفته که این انرژی رو منتقل می‌کنیم کامل به دست، یعنی کتف میده به سینه، سینه میده به زانو، میچرخه تا یه چرخش دوباره زانو میده به سینه، سینه میده به کتف. در این اتفاق انرژی در کل بدن میچرخه و در مشکلات رو دوره میفهمیم، عدم بالانس ها، تعادل ها، افتادن ها در طی این چرخش 180 درجه ممکنه خیلی از اتفاقات رو دوره نشون ما میده. تمام اینها میشه یک بخشی که ما تا اینجا از کل بدن رها شدیم و انرژی تا توی مچ اومده. بعد از این بحث مچ تو انرژی تا اینجا اومد، حالا میتونیم این رو تازه میفهمید چه مشکلاتی تو مچنگاش وجود داشته. چرا؟ چون تمام اتفاقات، تکیهگاه ها، فشارهای بیهوده و تمام مشکلاتی که تو کل بدن بوده و از به خاطر عدم بالانس به وجود اومده که ممکن در طی زمانهای مختلف، ممکن از عادتهای قدیمی، حتی یه زمانی که 10 سال پیش یاد میگرفتیم ساز رو و مشکلاتی توش داشتیم و اشتباه یاد گرفتیم، یه زمانی که مجبور شدیم فشار بیش از حدی بیاریم، در حافظه عضلانی مونده و بعد داره برای ما ایجاد مشکل میکنه و اتلاف انرژی درست میکنه. ما تمام اینها رو تصفیه میکنیم و بعد میتونیم تازه ببینیم تو مچ انگشت چه مشکلاتی وجود داره که دیگه خیلی از مواقع شده دیده شده که دیگه حتی واقعا نیست به راحتی اون کاری که میخوایم رو انجام میدیم و تمام تکنیکام رو اجرا میکنیم. چرا؟ چون مشکلات اونجا بوده. حالا ممکنه نیازهایی به تقویت مچ و انگشتان، تفکیک مچ و تفکیک انگشت ها باشه که این هم با یک سری از تمرینات میتونه اتفاق بیفته که به یه تعدادشون رو فقط میتونم نشون بدم بهتون. خب تو این تمرینات که پشت میز میشینیم و حالا نفر نشستن صحیح باشه، فرم همه چی درست و دست ها کاملا رهای و فقط میخوایم حالا مچ و انگشت رو از اینجاها تفکیک کنیم از اندام بالاتر که انرژی رو به داخل نکشیم و این انرژی داده بشه به سمت مچ و انگشت. تمرینات مثل تمرینات یک برای MCP ها و تقویت عضلات، تقویت نقاط یک انگشت که حالا نقاط وزن و فرمان مختلفی تو مچ انگشت تقسیم میشه که نقاط یک، نقاط دو، نقاط سه، چهار، پنج و شش که هر کدوم مسئول یه بخشی در انگشت هستن که نقطه چهار به عنوان مثال بالانس انگشت، نقطه شش وزن انگشت و نقطه دو بحث روان بودن و دایره حرکتی بیشتر در انگشت رو داره که با هر کدوم از این نقاط و تمرکز بر اون و با یک سری از تکنیک‌های مکمل میتونیم اینها رو تقویت کنیم و بولتر کنیم تو دست. و
بعد یک سری تمرینات خیلی ساده برای مچ و انتقال مچ و انگشتان نیاز به کل داشته باشیم و برای گرم کردن مچ و انگشتان یک سری تمرینات برای دو نقطه کناری مچ و نقاط فرمان کناری مچ برای مچ و انگشت و تمرین پلیس پلکانی تمرینات ساده هستن که برای و انتقال وزن به مد از مچ و انگشت استفاده میشه و حتی برای تفکیک انگشت ها به صورت جدا مثل تمرینات 12، تمرینات 17 و تمریناتی مثل تمرینات 14 و 15 تمریناتی. حالا بعد تا اینجا یک روند عمومی و کلی رو داریم و بعد بسته به نیاز مونجو حرکت های مختلف و پیچیده تری هم حتی توی مچ انگشتان هست مثل تمرینات بشین و پاشو لرزشی ها و تمریناتی مثل پرتابی مثل تیک تاک برای یه سری سازه که نیاز به اتحاد در مچ انگشت دارن و تمرینات مثل تمرینات استقامتی برای قدرت ها و تمرینات مختلفی که انجام میشه و حتی نیگه یک سری از سازها و تقریبا تمامی سازها نیاز به یک فعال بودن دونکوره رو دارن، مثلا دو تا حرکت تفکیکی با هم، یکی یعنی ممکن یک حرکت عرضی مچ و به همراه تفکیک انگشت نیاز باشه و تمرینات مختلفی توی برنامه تمرینی انجام میشه که حالا دیگه به خاطر شرایط زمانی که داریم این تمرینات رو به صورت کلی معرفی کردم و میخوام که از خانم سیف نوازنده ویولنسل و مربی میوز ماسل دعوت کنم که اینها رو به صورت خیلی کلی انتقال به ساز رو فقط به صورت یک جلسه خیلی کوتاه داشته باشیم که ببینیم محصل این اتفاقات رو وقتی می‌خوایم با ساز داشته باشیم، تکنیک‌های مکمل رو داشته باشیم و غیره رو چگونه میشه به صورت کلی این اتفاق رو داد و آنچه که دای محصل این رو روی ساز واقعا ببینیم، چون همه این کارها رو ما انجام میدیم که از نوازندگی لذت ببریم، قرار نیست که با دردها، فشارها و مشکلات مختلف این رو پیش بریم و تمام در دنیا به روش‌های مختلف و همه دغدغه این رو داشتن که ببینیم چگونه میتونیم بهتر پیشرفت کنیم، بهتر اثرگذاری داشته باشیم و یک روند پیشرفت منطقی تری رو داشته باشیم. سرکار خانم سیف ممنون میشم. سلام اگر دارید. سلام به همگی. من همونطور که آقای ترک هم گفتن نوازنده ویولنسل هستم و امروز در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم لطف کردید. همونطور که مشاهده میکنید یک سری از وزنه‌ها و برچسب‌ها به عنوان سمپل ایشون زحمت کشیدن و روشون پیاده شده که یک سری وزنه‌ها رو می‌بینید، شاید بگیم برای چیه؟ این وزنه‌ها به شکل اشکی شکل وجود داره که انتقال انرژی رو از بالا به پایین هدایت کنه، یعنی نوک وزنه سنگین‌تره و ابتدای وزنه سبک‌تر. این اتفاق این خطوط انتقال انرژی هست که از کتف و سینه به سمت ساعد میاد و از ساعد به سمت مچ و بعد به انگشتا حرکت میکنه. این انرژی از اینجا ساپورت میشه، میاد به اینجا. این نقاط، این برچسبی که اینجا تصویر میبینید مشخص کننده در حرکت، چون دست راست ایشون آرشه میکشه، انتقال وزن انرژی از کتف به کناره ساعده و در کنار این وزنه ها منتقل میشه به مچ. در این نقطه برچسب اینجا میاد داخل انتهای ساعد و از ساعد برای اینکه اتفاق انرژی پخش بشه در درون کل دست، این دوتا وزنه 15 گرمی قرار گرفته و برای اینکه گیرندگی اتفاقی که میخواد بیفته نتونه گیرندگی بیش از حد نباشه، فشاری نتونه حتی بیاره، یعنی حتی یک مانعی که مشکل داره و یا میخواد یاد بگیره درست یاد بگیره که نتونه حتی فشار بیاره تا این عادت تو ذهنش از اول به درستی شکل بگیره، این برچسب زده میشه برای اینکه فشاری توی آرشه نیاد. اینجا تو گیرندگی 60 این برچسب رو داریم، مثلا نزدیک‌تر فکر کنم بشیم، درسته این گیرندگی در 60 وجود داره. دو نقطه بالانس انگشتان هست برای کنترل وزن آرشه و دو تا وزن 7 گرمی برای گیرندگی انتقال انرژی به آرشه از کتف تا آرشه. این روندی هست که برای آرشه پیش میاد و برای دست انگشت گذار این اتفاق هست که از کت دوباره این وزن 30 گرمی هست، از این وزن منتقل میشه به روی
دست که این دو نقطه با تنظیم کننده بالانس انگوش گذاری و تو این بحث بالانس انگوش گذاری این برچسب هم میتونسته وزنه باشه، ولی این نقطه این خلا پیش اومده تا انرژی به راحتی از دو سمت روی دست به هم منتقل شه و از اونها به انگشتان. انگشتان هم وزن 7 گرمی در نقاط 2 داره برای بهبود عمل کرد و همینطور برای گیرندگی بهتر ساز و رهاش این برچسب انجام شده تا برای ذهن و عضله ممنون برای ذهن و عضله معنی پیدا کنه که چگونه این انتقال انرژی باید انجام بشه، که از اول عادت‌های درستی باشه و حتی اگر یه زمان‌های خاصی عادت‌های اشتباهی به هر دلیلی شکل گرفته این عادت‌ها رو بتونیم با این قضیه اصلاح کنیم در کنار تمرینات. حالا اون روند که خدمتتون توضیح دادم خیلی مختصر و کوتاه فقط به صورت دوره و عملی می‌بینیم. مثلا یک نوازنده می‌خواد شروع کنه و برای یک تمرین خیلی روزانه خیلی راحت و کم فشار تمریناتش رو داشته باشه. با یک سری از تمرینات ابتدا میایم اون رهایی و تنش‌های روزمره رو تخلیه می‌کنیم. این تخلیه با تمرین اولش عمودی شانه هست که هم در تمرین عمودی شانه به عنوان مثال 15 تا این تمرین رو انجام میدن و آنچه که فشار و تنش در نهایه شونه بوده تخلیه میشه. بعد از این اتفاق مثلا 30 ثانیه راه میرن تا دوباره ذهن در شرایط تمرینی برگرده، یه ریکاوری اولی انجام بشه. تمرین دوار رو با توجه به اینکه چیزی کنارشون نباشه انجام میدن حدودا 15 عدد و بعد از اون دوباره یک 30 ثانیه راه رفتن دارن و 30 ثانیه نشستن که دوباره ذهن پذیرش رو انجام بشه، یه گردش خون اولیه اتفاق بیفته، دو ست این کار رو انجام میدن و بعد میریم به هم تمرینی برس مثل چوب اسکی. تو تمرین چوب اسکی شروع انتقال انرژی ها بود همچنین گفتیم از کتف تا این وزنه ها رو حس میکنم و بعد ما تو تمرین هایی که فقط تو این وزنه ها بیشتر برای انتقال انرژی ها انجام میشه یک ضربه هایی رو روی وزنه ها انجام میدیم. این ضربه ها خیلی دفعه دردی هم نداره، مشکلی نیست، فقط هماهنگی اعصاب و عضله رو در اون نقطه تقویت میکنه. این اتفاق با ضربه‌ای که روی وزنه انجام میشه برای ذهن و عضله معنی میشه و انرژی رو میتونم به راحتی از کتف تا انگشت حس کنم و در طی حتی همین تمرین انرژی رو یک نواخت کنم در کل بدن. 10 عدد اینو انجام میدم، دوباره 30 ثانیه و 10 عدد و بعد این شروع انتقال انرژی ها هست. حالا میان تو تمرین هیچ رو 12 عدد انجام میدم تا حس انتقال انرژی رو داشته باشم و در حینش میتونم تو ذهنشون با یه ریتم خاص انجام میشه که مدار ریتمیک و ملودیک هم که یه ملودی رو که میخوان تمرین کنن رو با خودشون دارن زمزمه میکنن و ذهن آماده میشه، گرم میشه، عضلات گرم میشن و آماده یه انتقال بهتر انرژی و راحت‌تر. بعد از این تعداد تمرین، تمرین چرخشی از پایین رو انجام میدن همراه با انتقال انرژی از پا به کتف و سپس مچ و انگشتان و تمرین لرزشی همراه با تمرین ایت. این اتفاقی که میده گردش خون رو خیلی بالاتر میبره و حس انتقال انرژی رو بهتر میکنه. بعد از این تمرین که آماده میشن یه انتقال انرژی هم انجام شده است، میریم به یکم یک مقدار تمرینات مچ و انگشت رو انجام میدن، انرژی همچون گفتیم تا توی مچ اومده و یه مقداری این تمرین رو پیش میبره. یه تعدادی روی میز انجام میدن که مثلا ممکن تا اینجا حدودا 5 تا 7 دقیقه طول بکشه. بهشون میتونم حرفه‌ای هستن و خب مسلماً میخوان ساعت تمرینی حداقل 40 دقیقه‌ای رو داشته باشن. به عنوان مثال تمرین یک روی تعداد انجام میدن همراه با انتقال وزن از کتف و سینه و باز هم اینجا با تاچ این نقاط میتونه انرژی رو خیلی بهتر منتقل کنه. اگر خستگی مشکلی به هر اتفاقی باشه در اینجا یک نواخت میشه، حدودا 12 تا این رو انجام میدم و بعد تمرین 3 رو انجام میدم و اونم میتونه مثلا به تعدادش حدودا 12 تا باشه و دیگه اینجا استراحت نیست، مجموعی از تمرین برای آمادگی اتفاق میفته. تمرین پلکانی رو بعد انجام میدم 5 عدد و
بعد از اتمام تمرین پلکانی یه مچ و انگشتی آمادگی کلی پیدا کردن و بعد براشون توی برنامه برای دست راست میخوایم جدا برنامه بنویسیم و بعد برای دست چپ. خب تمرینشون تو لول حرفه‌ای هست که نیازی به بیز نداریم و بعد به صورت ایستادی دوباره انجام میدن و آماده میشن برای ساز. برای دست راستشون در فضا به صورت میز فرضی تمرین 7 رو انجام میدن همراه با کتف و سینه و بعد تمرین 8. این حس انتقال انرژی رو به کنار مچ دارن و بعد حتی حس تمرین پلکانی به صورت دقیقاً به صورت طولی مچ هست که حتی میگه چرا این کمک ما آرشه این فرمه، ولی حرکت طولی به عرضی هم کمک میکنه و همون ساخت مدار و زیر ساختهیه که در مورد صحبت کردیم. بعد تمرین لرزشی از پایین رو بعد از این انجام میدن. این دست کامل انرژی هم های حکم رهایی رو داره و تخلیه و هم تقویت و اون لرزش هایی که بعدها تو استکاتوها و تو ترموله ها ممکنه نیاز داشته باشن. و بعد اگه مثلا برای آرشه های استکاتو نیاز باشه تمرین چرخشی از پایین و لرزشی میتونه به صورت حتی چند بخشی و تفکیکی صورت بگیره. این یک روانده برای دست راست طی میشه چند دقیقه برای به صورت چند بخشی و ذهن و عضلات آماده میشه. و برای دست چپ در ابتدا برای اون رهایی که داشته باشه تمرین 23 رو با وزن انجام میدن که این حس افتادن و گرفتن رو در مورد دست ساز داشته باشن. یه تعداد تمرینات تفکیکی انجام میشه، تمرین مثل 12، تمرین مثل 17 و بعد تو همه اینا اون نقاط با توجه به همه این وزنه ها انجام میشه. و بعد برای اینکه اون حس در کل انجام بشه ممکنه مجموعی از یک رقص حرکتی رو انجام بدن که حسشون با بدن تماما یکسان بشه و حتی تمرینات دومین کره ای که حالا همزمان دو دست رو با هم حس کنن. این دست داره لرزشی میزنه، این دست تمرین 12 و بعد هم حاصل همه اینها رو روی ساز منتقل میکنیم. خیلی ممنون، میخواد صندلی بدارید. خب دوستان عزیز، برای شروع حس انتقال انرژی از کتف و سینه رو داریم. یک مقدار دور می‌آوریم. خب همچنین مشاهده می‌کنید بحث مختلفی برای هر تاتیوز ماسل برای زیرپایی‌ها و صندلی به ارتفاعش وجود داره که اونا رو حالا خیلی نمی‌تونیم اینجا به صورت کلی نشون بدیم، ولی زیرپایی‌های تپش رو که ممکنه 2 سانتی به پای راست بالا بیاد یه بتونه کمک کنه بهشون که بالانس بهتری رو توی کمر و غیره داشته باشن و حتی ارتفاع صندلی ذره‌ای بالا پایین بشه ممکن از هم حتی حدود 90 درجه 91 یا 89 بتونه خودشون رو فشار بهتری کمتری رو در ناحیه کمر داشته باشن که اینجا نمیتونیم نشون بدیم. و بعد حالا شروع میکنن به ناواختن آرشه و با این و اون مشکلات حل شده تماما. خب حالا تا اینجا که آمده دیگه بدون توجه به اینجا یک نواخ شده انرژی تا اینجا آمده و بعد سپس فقط با توجه به گیرندگی انگشت انرژی رو تا از کتف تا انگشت منتقل میشه. نیاز باشه که حالا مثلا بسید یه لرزشی از بالا و بعد حس اون اتفاق اون چرخشی که توی ساعد نیاز داره و انتقال اون از مچ به انگشتان. خب این اتفاق رو حالا با توجه به این وزنه تمرین 23 و اینچ که انجام دادن
این انگوش گذاری رو انجام میدم. بعد با توجه به بالانس که روی دست بعد و فصل ها وجود داره، این انتقال انرژی رو کمک میکنه و نیازش رو راحت تر میکنه و برای ذهن و عضله راحت تر جا میفته. و همینطور ادا آخر. حالا به خاطر بحث وقت و زمانی که داریم اینا خیلی سعی کردیم کوتاه و در حد خوبی معرفی کنیم که به قول معروف بدونیم چه روندها چه تمریناتی میتونه به ما کمک کنه. انشالله که با توجه به تلاش های بنابرای که انجام شده در این زمینه و سالیان سال در دنیا و حدودا 17 سال هست جناب آقای بابایی و تیم پژوهشیشون دارن روی قضیه کار میکنن، امیدواریم که بتونیم بهترین خدمت رو به جامعه نوازندگی داشته باشیم و بتونیم با تعامل با هم و همفکری و عمل به اونها بتونیم جامعه سلامتی رو برای نوازندگان داشته باشیم و بسیار منطقی یک روند بسیار منطقی رو برای پیشرفتمون طی بکنیم. و اگر هم حالا انتها سوالاتی باشه چون وقت نیست میتونیم به ایمیل newsmasterdatapushiyar@gmail.com حالا جا تایپ میشه تو گروه و غیره و اونجا در خدمتتون باشیم و با امید اینکه تعاملات هرچه بیشتر بین دانشجوها در این من تقسیم تجربیاتشون و تعاملات بیشتر همچنین آقای افغانی گفتن بدون ترس از مشکلاتی که برام پیش اومده فقط اون تجربیات رو به هم دیگه منتقل کنیم و انشاءالله که جامعه سلامتی در حوزه نوازندگی داشته باشیم. ممنون جناب ترکمان، خسته نباشید و ممنون از آقای عرفانی اگر این دفعه درست گفته باشم چون در حفظ کردن اسم فامیلی خیلی ضعیف هستم و تشکر از آقای مالاوی و از حضور دانشجویان عزیز و معاون آموزشی محترم دانشکده خانم آشوقیان و اساتید محترم و ریاست محترم دانشکده تشکر میکنم و خواهش میکنم از جناب ترکمان و تیم میوز ماسل که حالا در صورت دادن ایمیل و هر چیزی و همچنین ایمیل آقای مالوی که گفتن می نویسن در گروه ولی من پیداش نکردم، اگر نوشته بشه ارتباطات بعدی و سوالات طرح بشه. من تشکر میکنم و از همه خداحافظی میکنم که زمان بیشتر از این از دیر نشه و در از استراحت شبانه برسیم. ممنون از